غمگین کننده است که ما با شوی فوتبال خیر و خوش کردیم. او تنها بهترین نبود بلکه بهترین در همه دور و زمان بود. فرق ندارد در بحث مسی و رونالدو طرفدار کدامیش که نباشد، باید این بازینگر برزیلی را حرمت و احترام داشته باشد. میخواهید سببش را دونید؟ پس تماشا کنید. تمامی مردم از پای جشن سالی نو هستند، ولی ما شما رو به تماشای بازی جالب در مسابقات اروپایی دعوت میکنیم. امروز یک قطار بازی های مهم در انگلیا و اسپانیا دایر میشوند که تماشایش حتمی میباشد. از خدمتسانی های شرکت یک ایکس استفاده برده تماشای بازی ها رو جالب تر گردانید. در یک ایکس رگیستراسیه آسان و پرداخت از تمامی گوشه کانال دنیا، ولی مهمتر از آن بونوس $100 با پروموکد تچ فود. سرکه بازی در کامنتاریا. به همه موفقیت. یکم، رکوردی جام جهان. همه روزیم که جام جهان سطح بلند فوتبالی است. خوب، کسی مانند پله در کارنامه‌اش رکورد در این مسابقه نگذاشته است و نمیگذارد. پله در تاریخ جام جهان 3 مرتبه جام را به دست آورده است. اگر فکر کرده برایم یک بازینگر 3 مرتبه میتواند در جام جهان اشتراک کند، ولی این بچه زمان 3 بار غالب برآمده بود. رونالدو و مسی 5 مرتبگی بازی کردنیان، ولی تا حاضر یک جام در حساب هر دوی آنها میباشد. انا برای چی جام جهان رو به دست آوردن آسان نیست، ولی پله این کار رو کرد. او جوانترین بازینگر قهرمان، جوانترین بازینگر گل زده در مسابقه، جوانترین گل زده در فینال، جوانترین بازینگر دو مرتبه در فینال گل زده، جوانترین بازینگر هتریک کرده و یک قطار رکوردهای دیگر به حساب او میباشد. کریستیانو رونالدو جناب لیگ قهرمان ها است. او با نتیجه هایش در مسابقه های اروپایی همتون ندارد، مانند پله در جام جهان. اگر با دقت به پله نگاه کنی، او در حقیقت نتکرار بودنش را اثبات کرده است. دویم، رکورد گل هایش. مدتی دراز پله بهترین گلزن تیم ملی برزیلیا و سانتوس به حساب می رفت. او همچنین شماره بیشتر هتریک‌ها را در تاریخ فوتبال به قید گرفته است که 92 تا می باشد. اگر گل های غیر رسمی اش را هم به قید گیریم، او در صدر جدول نشانزن های همه دور و زمان با 1283 گل اش می ایستد. رقم های بدهان گفتنش آسان. یگان نفر در کریر 21 ساله اش همین قدر می تواند گل زده. سیوم، هنری بلند فوتبالی. در وقتی خود پله نمونه عبرت میلیون ها بود. او بعضن وقت کارهایی رو میکرد که به عقل آدم راست نمی اومدن. از چی آغاز کنیم؟ از سرعت. پله 100 متر رو در 11 ثانیه می دوید. یک خل دونده ها این گونه دویدن نمی توانند. در قوت دویوم نیز او بازی خوب نشان می داد. قدشان قدر بلند نبود، ولی جهش خوب داشت. او 48 اینچ یا تقریبا 121 سانتی متر بلند میپرید. از بعضی بسکتبال بازان هم بهتر. او قریب با مایکل جوردن برابر میپرید. دلش کاری خوب داشت. تقریبا 56 ضربه در یک دقیقه. به حساب میونه فوتبال بازان 95 ضربه در یک دقیقه دارند. به یوری تکنولوژی های پیشرفته این نشاندادها غیر امکان بود، چون که فرق بین سالهای 60 و 72 از حاضر خیلی کلان است. پله فوتبال بازی ماهر بود. ماهر گفتن هم کم است. او یگانه بازینگری میموند که همه جهته رشد کرده بود. چورم، بهترین بازینگر اونیورسالی. چی کار بازینگران حاضر زمان کرده ایستاده اند برای پله آسان ترین کارش بود. او در برابر بهترین نشانزن بودنش همچنین بازیسازی با تجربه بود. این هم تمام نه. دریبلینگ و اسیست هایش رو فکر نمیکنم کسی تکرار کرده تواند. اون هنری که حاضر در میدان شما میبینید، پله علاکه اون رو در زمانش کرده بود. بهودا او رو بازینگر اونیورسالی نمیگفتند. پله به غیر از حمله در نیم حمایه هم بازی میکرد. اگر شما بگویید که مسی هم این رو میتواند، پس جواب دهید که مسی دروازه‌بان بوده میتواند؟ نه، مسی پله که چندین بار این کار رو کرده است از دستش نمیآید. سالهای 72 یعنی در زمان پله تغییرات در بازی اجازه دادن نمیشد. اگر دروازه‌بان جزا یا جراحت گیرد، او را بازینگری در میدان بوده عوض میکرد، نه از برون. تخمین کنید اکنون پله 4 مرتبه دستش سانتوس را از حالتهای نگوار نجات داده بود. از همه بازی فراموش نشونده این در پول فینال بود که او هم دروازه‌بان ایستاد و هم خطریک را به نامش نوشت. یگان بازینگر مثل او اونیورسالی بازی کردن نمیتواند. پنجم، 7 مرتبه برنده توپی طلایی.
بله، چه خیلی که شما فکر کرده استودایت میسی سرجوی زترین در تاریخ توپی تیلوی می بوشد، یعنی هفتو. ولی یک چیز رو باید به نظر گرفت که تو سال 1994 یعنی ایرای پله توپی تیلوی تنها به اوروپایی ها داده می شود. اگر پله چی کوره نمی کرد این رو به دست آورده نمی توانیست. به همین خاطر فرانس فوتبال تصمیم گرفت که نتیجه های سال های گذشته رو از سال 1956 تا سال 1994 از سر تفتیش کند و نتیجه همین بود که پله باید هفت مرتبه این جایزه رو صاحب می شود. چورتوی اون پای هم بین سال های در اکران بوده می شدن. خلاصه فرانس فوتبال پله رو هفت کرده برنده جایزه توپی تیلوی نومید. تصور کنید اکنون که سه جام جهان بهترین بازیگر جوان توپی تیلوی جام جهان و یگان توپی تیلوی نباشد. این یگان معنی ندارد. پله تأثیری کلان در رشد فوتبال داشت و خیر و خوش کردن با او برای عالم فوتبال دشوار شد. بازی با تو زیباتر بود. Rest in peace, Edson Arantes do Nascimento. تو تا ابد در کتاب‌های تاریخ زنده باقی می‌مانی.